با سلام خدمت همراهان کانال نیوز اسپرت ایران امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید. بازگشت آبی پوشان به صدر استقلال قهرمان موقت نیم فصل استقلال در آخرین بازی خود در نیم فصل نخست، لیگ برتر و پیش از برگزاری رقابت جام ملت آسیا، با نتیجه دو بر یک از صد پیکان عبور کرد تا بتواند با یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان و پرسپولیس صدر جدول، رده بندی را از آن خود کند. گزارش زنده دقیقه چهار مثبت 90 گل برای پیکان اشتباه بازیکنان استقلال در یارگیری باعث شد امیر شهیم گل اول پیکان را به ثمر برساند. دقیقه 87 سید حسین حسینی با یک واکنش دیدنی به سر امیر شهیم را مهار کرد. دقیقه 72 و دو گل دوم برای استقلال پیمان بابایی روی اشتباه سامان نریمان جهان صاحب موقعیت گلزنی شد و با یک ضربه دقیق دروازه ناصری را برای بار دوم گشود. دقیقه شست و یک گل برای استقلال روی ارسال مهدی مهدی پور از نقطه کرنر آرمین سهرابیان با یک ضربه سر دیدنی دروازه پیکان را باز کرد. دقیقه 60 ارسال مهدی مهدی پور با ضربه سر آرمین سهرابیان همراه شد اما ناصری این توپ رو راهی کرنر کرد نکرد. دقیقه 47 ضربه آرمان رمزانی را ناصری از زیر تاق دروازه بیرون کشید. دقیقه 25 پیکان روی یک زدحمله سریع موقعیت خوبی را رو به روی دروازه استقلال خلق کرد که پس از دفع ناقص مدافعان توپ در پشت محوطه جریمه به نریمان جهان رسید و شوت محکم و تماشایی او در آستانه ورود به دروازه با ضربه سر رزاوند راهی کرد نشد و این بازیکن مانع از گلزنی حریف شد. دقیقه 23 ساله هردانی روی قوس مرکز زمین یک توپ رو به روی دروازه ارسال کرد که رمزانی با ضربه سر توپ رو برای سهرابیان کاشت که این بازیکن سایه توپ رو زد و فرصت خوبی برای آبی ها از دست رفت. دقیقه 20 ارسال مهدی مهدی پور به روی دروازه با ضربه آرمین سهرابیان وارد دروازه شد که به دلیل حضور مدافع پیش تاخت آبی ها در موقعیت آفساید این گل مردود اعلام شد. دقیقه 9 ارسال محمد جواد آزاده از سمت راست به روی دروازه با دفع ناقص هردانی همراه شد و روی تعلل عجیب یامگا حامد پاکدل از پشت سر این بازیکن آمد و با یک ضربه سر توپ رو روانه دروازه استقلال کرد که حسینی با واکنشی تماشایی اون را دور کرد. اطلاعات بازی هفته پانزدهم لیگ برتر ایران جام خلیج فارس بازی استقلال پیکان ورزشگاه آزادی تاریخ و زمان برگزاری شنبه نهده 1402 ساعت ساعت 16 و 30 دقیقه داور، امیر سامان سلطانی ترکیب استقلال و پیکان استقلال، سید حسین حسینی، ساله هردانی، روزبه چشمی، آرمین سهرابیان، مهرداد محمدی، مهدی مهدی پور، کوین یامگا، زبیر نیک نفس، جعفر سلمانی، آرمان رمزانی و آرش رزاوند پیکان، محمد ناصری، سامان نریمان جهان، پلامرزا ثابت ایمانی، منصور بابری، حامد پاکدل، امیر حسین صدقی، علی اکبر رنجبر، امیر تاهر، محمد جواد آزاده، مجتبی حق دوست و محمد حسین فلاح هواشی بازی هواداران استقلال ضمن تشویق شدید هاشمی نسب شعارهای را نیز علیه پرسپولیس سر دادند. مهدی هاشمی نسب برای دقایقی با جلال مرادی داور سالهای دور فوتبال کشورمان و ناظر بازی امروز صحبت کرد. نام محمد حسین مرادمند پس از مدتها دوری به علت مصدومیت امروز در لیست قرار گرفته و این مدافع روی نیمکت حضور داره. ارسلان ماتری مهاجم استقلال در بازی امروز نیز قایب است. مانیکونه مربی تیم ملی تماشاگر این بازی شد. آلکاراس سرمربی نساجی در ورزشگاه حاضر شد. علی سامره پیراهن فصل از 80 تا هفتاد و نوک آقای گل لیگ شد را برای یک خبرنگار امضا کرد. علی خطیر، فرشید سمیعی و مهدی هجبری در ورزشگاه حاضر شدند. پرویز برومند و مهدی امیرآبادی دو بازیکن اسبق استقلال نیز تماشاگر این دیدار شد. پیش از شروع بازی کادر فنی استقلال به سمت نیمکت پیکان رفت. جواد نکونام و رضا عنایتی سرمربیان دو تیم و هم بازیان اسپق با هم خوش و بشگرمی داشتند. پیش از سوت شروع بازی، پرچم های ستاره های آسیایی استقلال و همچنین پیراهن نکونام روی سکوها به نمایش درآمد. سعید مهری پشت توپه رضا انایتی کارت زد رو گرفت رفت وسط زمین کارت قرمز هم باید بگیره احتمالا آره کارت قرمز رو گرفت چقدر عصبی شد رضا انایتی یه لحظه فکر کردم خود داره بزنه امیر سامان سلطانی و پشت محوطه جریمه مشتبه حق دوست میبره سمت راست بایرامی ارسال فرصت هست برای پیکان و گل حالا بازی میشه دو یک و پیکان تو